هنوز ما دوربین گاهی وقت استفاده میکنن تا وقتی که مریض دچار امای مجدد بشه، یعنی مثلا چون میوگلوبین وقتی امای میکنه میره بالا مثلا 24 ساعت نرمال میشه، خیلی طولانی مدت توی خون باقی نمیمونه. اگه کسی امای کرده باشه بعد دو سه روز چهار روز بستریش دوباره امای کنه، تروپونین شاید خیلی کمک نکنه اولش و میوگلوبین اینجا مارکر بهتریه برای تشخیص امای مجدد کسی که امای داشته. استم سل بحثی که تو قلب مطرحه، چون معتقدن که توی قلب هم پست ماگنتیک سل داخلی شده این سل ها قابلیت تکثیر ندارن، اگر اینجوری عضله قلب از بین رفت دیگه سل را نمیتونن تکثیر پیدا کنن و جبرانش کنن و مجدد سل به قلب جایگزین میشه. و اونجا دیدید که دیروز توضیح داده کاملا میتونن همه هیلینگ و بعد فیبروز از این سل قلبی نیست که بتونه اونجا فانکشن داشته باشه. خیلی در روش کار میشه که از استم سل استفاده کنن، استم سل انتبیو درست میکنن و تزریق میکنن، هنوز موفقیتی به این زمینه به وجود نیامده باز کنن از استم سل بتونن ناحیه که دچار انفاق شده رو شاید نکروز شده رو دوباره فانکشن داشته. مشکل استم سل چی کار میکنه؟ باید از وقتی تزریق میکنن دیفرنشیشنش به سمت سل به از این قلب بره و اونجا ارگانایز بشه و بتونه فانکشن پیدا کنه. فانکشن پیدا نمیکنه که مریض را تزریق میکنن بتونه اون ای اف مریض را فانکشن قلب ببره بالا، به اضافه اینکه بعضی وقتا سلولاش اون مسیری که بره به سمت کاردیاک اسمال کاردیاک ماسل کاردیاک مایوسایت و وقتا انحراف هایی بکنه بزنه به سمت یکی دیگه از سندروم هایی ایسکمی که دیروز از چهار تا سندروم که گفتیم کنم ایسکمی کارتیزیزه که بحثش رو برگیم که امهایی داشتن قبل هم جبرانی درد باز داشتن و همچنان با این مسئله درگیده و درگیده شده. اما ساده کارگیر کس گفتیم این سندرومیه که خیلی به لحاظ اجتماعی و بالاخره روز بیرونیش میتونه اثر گذار باشه، همه نگران باشن کسی به صورت ناگهانی دچار مرگ باشه یا یک قلب باشه. خب در بیشتر ادالت وقتی سن افراد مجاسم کاردیوواسکولار میشن بررسی میکنیم، اینا معمولا یک منیفستیشن از ایسکمیک هارت دیزیز پس تو سن بالا اکثر موارد علتی که ما می‌بینیم برای سن کاردیاک دس همون ایسکمیک هارت دیزیز و آریتمی که ناشی از ایسکمیک هارت دیزیز به وجود میاد و فرد به صورت ناگهانی دچار مرگ میشه. اما اگر بریم تو سنهای پایین‌تر درصد ایسکمیک هارت دیزیز کمتر میشه، میره به سمت این مواردی که اینجا ذکر شده از کانجنیتال استراکچورال دیزیزا تا استنوز لنچه آورد میکرولاکس در جنیترال، میوکاردی، کاردیومیوپاتی ها و از رفت ها بیگیوپاتیک و آنها آنها چرا صورت ناگهانی فرد چاره مرگ ناگهانی فرد میشه. پس هرچی سن میان پایی ما باید به نوع کورپولمونال یا
Kraft und Metabolismus können also Metabolismus schnell einstellen. Was um, was gar nicht in der Joga, wenn man auch sich nicht aus dem Kind hasst. Ihr Herz in meinem Leben holen, je mehr Arbeit gehen wir, je mehr es gerade die Eschale in Menschkern. Morgen ist es für die Fahrt gehen wir, es ist für mich auch vor Ort gehen wir, ein Herz in meinem Leben können wir wie aus. Es ist für mich umgekehrt. Hohne ich gerade, hohne ich konne um, wie soll ich überall geschehen ist, wie aus für mich umgekehrt, hohne ich werden sie kaufen, wir warten, werden sie kaufen, Or menschen که بتونه اون رو کم کنه بیرون و بالاخره به علتهای مختلف ممکنه که شما دیاسپوریک هارت فیلر داشته باشید یا سیستمیک هارت فیلر داشته باشید. خب یه خورده بریم رو مکانیسم هارت فیلر و ببینیم وقتی قلب دچار این نقصان میشه به دلیل هر دلیلی که منتهی به هارت فیلر میشه بدن شروع میکنه برای جبران این نقص فعالیت کردن. بالاخره مکانیزمای جبرانی کامپنسیتوری هست که بتونه تا حدودی این فیلیر قلب و فیلیر پمپ رو جبران کنه بدتر کردن و نیازهای بدن. مکانیزم فرانکستلری رو میدونیم، خونی که میاد میزانی که باعث اتصال و فشار به عضله قلب میشه به همون میزان شدیدتر قلب برمیگرده و خلاف شدیدتر میشه. با مکانیزم فرانکسترلینگ نوروهورمونال اکتیویشن هم که میشناسیده چون نوروهورمونهایی که هم تعداد ضربان رو میبره بالا هم قوت قلب رو در انقباض میبره بالا و شروع میکنه ترشح شدن سیستم نوروهورمونی آنژیوتانسین آلدوسترون که توی تنظیم مدار آمریکا بازجذب آب الکترولیت نقش داره فعال میشه که بتونه حجم داخل ارگانی و الکترولیت رو تنظیم کنه که وضعیت مدار آمریکا بیشتر بشه. از اون طرف آزادسازی نوپریوریتیک پپتایدها از هم ANP هم BNP که اونها هم ناتریوریتیک هم سدیم هم افزایش میزان ادرار رو بوجود داره. اینا همش برای تنظیم مدار آمریکا جبران این نقصی که راجع به صحبت. اما یه فرایند دیگه که اتفاق میفته استراکچورال چنج. استراکچورال چنج نمای اصلی که ما میبینیم توی بالا و توی بررسی و تشخیصی که انجام میدیم هایپرتروفی قلب. اما غیر از هایپرتروفی که به صورت واضح ما میبینیمش و قابل دیدنه یه سری تغییرات دیگه ای هم هست به صورت میکروسکوپی هم اتفاق میفته که ما همینطوری ممکنه متوجهش نشیم با بررسی میکروسکوپی بررسی اکسپریمنتال به ما رسیدیم. مجموعه ای از این هایپرتروفی و تغییرات میکروسکوپی که حالا بهش اشاره خواهم کرد و
همچون حجم زیاد شده به کپیلرهایی که تو بافت بینابینی یعنی بایسای تماماجون داره فشار میاره پس هم افزایش نیاز بوده هم با فشاری که به کپیلر میاد خونه کم تره و خود این اسکمی یعنی یکی از تریگرهایی که باعث شده فراینده ریمودلینگ هم میتونه بشه بعضی چیزا را برمیگردونه به این که حتی این فشارهایی که به وجود میاد فشارهایی که روی قلب بدن فیلیر هست حالا چه نور و هورمونالش چه فعالیت فیزیکی که داره باعث میشه حتی در حد در سطح جین سنتز پروتئینی هم که به وجود میاد تغییر بیفته و نوع پروتئینی که به وجود میاد یه شبیه پروتئین هم دوره فیتال میشه مثل اگارت نیست و همه اینا نهایتاً این تغییرات رو وجود کنن هایپرتروفی میوسایت ها نیکروز میشن تک تک با مکانیزم آپوپتوز و فایبروزی که به تدریج توی بافت اینترستیشیال زیاد میشه و خود این سیکل معیوب میشه فیبروز بیشتر میشه خونرسانی کمتر میشه میوسایت آپوپتوز به وجود میاد و این مدلینگ تشدید و تشدید میشه و میوسایت قلب شدید و شدید این که حالا لفت ساید تارت فیلیه چه علامی داره یا رایت ساید تارت فیلیه چه علامی داره تو بالی خیلی وقتی توضیح خواهم دادن و مکانیسم فیزیوپاتولوژیش نظر این باشه وقتی که لفت ساید باشه یعنی خون خوب پمپ نمیشه یا دیاستولیک فیلیه را یک داشته باشید بطنتون خون برد میشه در هر صورت خون برمیگرده فشارش به دهلیزه چپ دهلیزه چپ به خون دایلیت میشه بردارش از دست میده ممکنه آریتمی پیدا کنه به دلیل همون دایلیت شدن و بعد خون پس میزنه توی عروقه ریه عروقه شریانی ریه وقتی خون پس میزنه توی ریه هم کانجسشن ریه داریم هم ممکنه که این کاپیلری خونی که برداشته خونریزی پیدا کنن خونریزی تو آلولار ماکروفاژ میده برکش میکنه ماکروفاژ های آبی نوسی داریم اونجا زیاد میشه که بهش میگن هارت فیلیر سه بعد خود این ریه که محتقه میشه خود این ریه که اینطوری اختلال پیدا میکنه آلولار و عروقش تنفس مریض محتقه میشه مخصوصا شب نمیتونه کاغاز بخوابه به صورت حمله شب و تنگ نفس پیدا میکنه از این دار و دسته یه علامه که
تنگی نفسش ریه باشه یا دل تنگی نفسش قلب باشه به خاطر نارسایی و علائمی که ممکنه برای فرد ایجاد کنه. خب چجوری بتونیم تشخیص بدیم که علت این مشکل تنفسی حادی که به اون اورژانس مراجعه کردیم چیه؟ قلبش نارسا شده یا ریه‌اش که مشکل پیدا کرده با اندازه گیریه اگر بی ام پی افزایش پیدا کرده باشه میتونم من منشأ تنگی نفس و اختلال تنفسیش قلب دلیلش و پروگنوز مریضی که هارت فیلر داره هرچی بی ام پیش بالاتر باشه پروگنوزش بدتر. اگه اومدیم به بیمارستان و بعد از ام آی دچار هارت فیلیر شده هرچی بی ام پی بالاتر باشه موقع تشخیص یه مریض بیشتریه بدتر. از اون طرف برای گاید تراپی هم استفاده میشه. مریض اومده علائم نارسایی قلب داره بعد بستریش میکنن شروع میکنن اقدامات درمانی برای کامپنسیت کردن این نارسایی رو درمانش و تحت کنترل رو بگیرش. هرچی این درمان میزان بی ام پی که بالا بوده رو بیاره پایین تر درمان موثر تر و برابر مفید پس میتونه برای کار تراپی هم استفاده بشه. خب بعد از هایپرتنسیو هارت دیزیز و هارت فیلیر که توضیحات دادیم میریم سراغ بیماری دریچه. شایع ترین بیماری دریچه که توی دوران و دوران مدرن مایترال و پروگراس که تو اصطلاح عامه مردم معمولا میگن افتادگی دریچه چیز خیلی شایعیه خوشبینیه مشکل چندانی ایجاد نمیکنه به خاطر اختلال بیرون در یا حالا در میتونه بیرم شروع بودن نمیدید به دریچه ممکنه که عمل کرده دریچه یه مداری دچار اختلال بشه. بیشتر در خانم ها دیده میشه حدود 3% جمعیت ادالت رو ممکنه بیاد بررسی کنید داشته باشن چیز ناشایعی نیست اما معمولا یه اینسیدنت را فاهم میگه این فرد کانون در آقای سفون چهار و پنجون ممکنه هیچ متوجه نباشه و اختلافی رو ترشیجا نکنه یه کوتی میکنه و میبینن که MVP هم دوار از نظر مورفولوژی چه جوریست؟ حالا اینو توی شکل می‌بینید بالونینگ یا هوبینگ مایترال لیفلت ها در توی دریچه رو خواهید دید آنونال دایلاتیشن دارید یعنی حلقه دریچه یه خود گشاد میشه که تو برمیانی های میترال این یه یافته خیلی ریل وقتی که شما میترال انسافیشنسی و نارسای میترال دارید دایلاتیشن دریچه دایلاتیشن حرکت آنگارش چیز شایعی نیست و خیلی نادرش دادن این ایلیپیدی میشه. از نظر هیستولوژی که اگه یادتون باشه دیروز گفتیم برای فیبروزا و اشتراک اسپونجوزا توی اینها چه اتفاقی میفته؟ کاهش دریچه کاهش لایه فایبروزا است و افزایش اون لایه اسپونجوزا است که به صورت لوکال شما رسوبی دیپوزیشنه مواد نیکروماتوس یا موکوئید رو توی ریفلت پس این هم شخصات مورفولوژیکش از نظر پاتولوژی ممکنه همراه با درگیری در چه تیپیکاس بودن باشه اما معمولا
کرد این حالت شروع بودن و اختلاف بودن دفتای درچه رو به دوم آردش. از نظر بالینی گفتیم معمولا سیمتوماتیکن ممکنه گاهی وقتا درد باشد این آنجای باشه خیلی زیاده بگم مثلا هی تیر میکشه برمون یا فعالیتی میکنی برمون زرمان بگم تپش تپش برد یه علاقه نامشخصی رو ممکنه از ناراحتی نفس سینه اومد بگم بلکه برسیم یه امیدی حتی ممکنه فتیک بده و یا سایکیاتری منفستیش حتی بسیارت سیلیا آشرتونه نشون بده کسی که دوچاره امیدی عوارضش خیلی کمه تو تمامی مایی خوشخیمه فقط 3% موارد ممکنه که یه عوارض جدی از خودش نشون بده عوارض جدیش شامل افکتیو میوکاردیته اکترال اینسافیشنسیه سکته مغزی یا سیستمیک اینفارکت رو دیگه ای که ممکنه به دنبال ترومبوز و آمبولی برای وجود بیاد و آریتمی اون چیزی که بیشتر از همه میبینیم میترال اینسافیشنسیه من این همه میگم باید فالو آف داشته باشم که این نارسایی اگر هم وجود داره این شدید نشه و بعد این فکر نده کنه کسایی که دارن امیدی و درجاتی از نارسایی دارن باید مراقب باشن که دوچاره این فکر به نکارت نشه مثلا که میخوام برم درمی پزشکی حتما برم به صورت پروفیلاکسی آنتیبیوتیک بخورم که احتمال فکر به نکارت اینها وجود داره و این کامپلیکیشن ها بیشتر در آقایون افراد مسن اونایی که آیوتین دارن و اونایی که در جایی از دیگویفیکیشن در نارسایی درچه کنن از زدن خون رو در اندیکی از خودشون نشون میدن میتونن این عوارض رو شایع کنن داشته باشن بیماری بعد روماتیک فیبر یا روماتیک هارت دیزیز یه بیماری به مواده مکانیسمش با واسطه سیستم ایمنی ایمنولوژیک مدیتده چندین ارگان رو ممکن درگیر کنه این بیماری و بیس درگیرش هم التهاب با مکانیسم التهاب و ایجاد التهاب این ارگان ها خودش رو نشون خصوصیتش اینه که باید یک عفونتی با استرپتوکوک گروپ ای اتفاق بیفته فارنژیت که میگن چرکی و به چند هفته بعد از این اپیزود عفونت با استرپتوکوک ای در فارنگس فرد دوچاره روماتیک فیبر خواهد شد که حالا این روماتیک فیبر ممکنه قلب رو داره گرفتار کنه و فرد مبتلا به روماتیک هارت دیزیز بشه از نظر مورفولوژی در یک اکیوت روماتیک هارت دیزیز اون چیزی که شاخص بیماری آشفتگی یک بیماری استوپاتولوژیکه که تو اکیوت روماتیک هارت دیزیز دیده میشه کلاژن های اوزینوفیلی که باد کرده به توسط لیمفوسایت لاسپاسل و ماکروفاژ های خیلی چهار و چله کارته شدن این کلاژن های اوزینوفیلی که باد کرده این رو بهش میگن آشفتگی و اون ماکروفاژ های چهار و چله رو بهش آنیشکوفسل میگن که اختصاصی روماتیک دیزیز و روماتیک هارت دیزیز در مورد روماتیک هارت دیزیز این التهاب میتونه تمام لایه‌هایی که وجود گرفته از میوکارد پریکارد ممکنه فردی که روماتیک فیبر گرفته دچار یه پانکاردیتیس بشه خب این حادشه که ممکنه فرد میوکارد کنه و در اصل میوکارد هم از دنیا بره اما شایع نیست اون چیزی که بیشتر باعث اذیت میشه بیشتر باعث اختلال در قلب میشه کرونیک روماتیک هارت دیزیز و درگیری هموتلیوم علل خصوص در این شهر که کاملا ممکنه زندگی فرد رو تغییر اثر چه تغییراتی به دنبال التهاب و فیبروز بعد از التهاب در درجه ها به وجود میان ذخیره